به نام خدا و عرض سلام مسئولین عزیز، پارت آخر چپتر ششم از مون سویل مکانیکس هست. ما در قسمت قبلی طرز کار و روش لابراتواری و صاحبی پیدا کردن دنسیتی یا درجه تراکم خاک در ساحه خونده بودیم و در لابراتوار خونده بودیم. حال در این قسمت ما یک اگزمپل داریم که به مو روش هایی که قبلا خونده میریم سوالی که کار میکنیم. اگزمپل 6-5 گفته شده: Laboratory compaction test result for a clay silt are given in the following table. در جدول زیل نتایج لابراتواری کامپکشن برو خاک تقریبا سلت کلی سلت داده شده. در جدول ببینیم گفته شده موشچر کانتنت رطوبت خاک 6, 8, 9, 11, 12, 14 و درای یونیت وید و همچنان گامای خشک خاک در مقابل رطوبت به قسمت داده شده که ما اینا در لابراتوار کار کرده بوده و نتایج از اونا داده شده. Following are the results of a field unit weight determination test performed on the same soil by the means of sand cone method. توسط sand cone method در ساحه آزمایش ساحوی کامپکشن انجام شده و نتایج از او به این قسمت ذکر شده. Calibrated density of Ottawa sand، کثافت ماسه اتاوا 1570 کیلوگرم بر متر مکعب. Calibrated mass of Ottawa sand to fill the cone 0.545 کیلوگرم، مقدار ماسه که خود مخروطر پر میکنه 0.545 کیلوگرم هست. Mass of jar plus cone plus sand cone before use. کتله یا وزن خود جار همو بالون جمع مخروط جمع ماسه قبل از استفاده 7.59 کیلوگرم بوده. Mass of jar plus cone plus sand after use. کتله خود همو بالون جمع مخروط جمع ماسه بعد از اینکه استفاده شده 4.78 کیلوگرم هست. Mass of moist soil from the hole، مقدار کتله خاکی که از چاله کنده شده 3.207 کیلوگرم. Moisture content of moist soil، رطوبت خاک مرطوب 10.2%. این اطلاعات با ما داده شده. اینا از اطلاعات از صاحبی است، دنسیتی صاحبی است و اینا دنسیتی لابراتواری. از شما چی خواسته؟ Determine جزء dry unit weight of compaction in the field. شما dry unit weight یا گامای خشک خاک متراکم شده در ساحه پیدا کنید. Relative compaction in the field و relative density خاک متراکم شده در ساحه پیدا کنید. جزء A سوال: ما اگر از این مقدار ماسه که استفاده شده تفاوت از این دو وزن رو محاسبه کنه 7.59 منفی 4.78 به ما مقدار ماسه که استفاده شده میده، بعدن این مقدار ماسه استفاده شده وقت پیدا کنیم 7.59 mass of sand used to fill the hole and cone، مقدار ماسه که استفاده شده که مخروط و خود چالر پر کرده 7.59 کیلوگرم منفی 4.78 کیلوگرم 2.81 کیلوگرم، همین قدر سند استفاده شده، مقدار ماسه استفاده شده. حال این ماسه استفاده شده هم مخروط پر کرده و هم چالر پر کرده. ما اگر خواسته باشیم مقدار ماسه که در خود چاله تنها ریخته شده پیدا کنیم برای پیدا کردن حجم خاک، ما میایم این مقدار ماسه که در خود مخروط جای میگیره از او وزن کم میکنیم. پس میگیم 2.81 کیلوگرم منفی 0.545 کیلوگرم که در مخروط ماسه جای میگیره 2.265 کیلوگرم مقدار ماسه است که در خود مخروط مقدار ماسه است که در خود همون چاله تنها پر شده. با استفاده از این مقدار
کتله ماسه که استفاده شده ما میریم کثافت ماسه رو پیدا میکنیم. کثافت مساوی است به ام بر وی، یعنی کتله بر حجم. اگر ما حجم نداشته باشیم جای رو و حجم تغییر میخوره، یعنی میتونیم بگیم که حجم مساوی میشه به کتله بر کثافت، که به این قسمت میگیم کتله داره 265 تقسیم بر کثافت 1570 کیلوگرم بر متر مکعب. حجم خود سند و ماسه استفاده شده در چاله سفرش رو 24426 متر مکعب. این مقدار حجم ماسه است که در چاله استفاده شده. همین مقدار حجم ماسه مساوی به حجم خاکی است که کنده شده، چون ما توسط ماسه حجم همو چاله کنده شده رو پیدا کنیم. پس حجم چاله و حجم ماسه یک از طریق دنسیتی ماسه پیدا کردیم. حال میتونه دنسیتی خاک مرطوب پیدا کنه. ما اینجا خاک مرطوب چند داشتیم؟ کتله خاک مرطوب 3.27 داشتیم. ما اگر کتله تقسیم بر حجم بسازیم برای ما چی میده؟ کثافت میده. کتله داریم 3.27، حجم چاله هم داریم 0.2014426، 2084 کیلوگرم بر متر مکعب مقدار دنسیتی یا کثافت خاک کنده شده از صاحب پیدا میشه، که ما اگر این به کیلو نیوتن تبدیل کنیم ضرب 9.1 تقسیم 1000 میسازیم 20.45 کیلو نیوتن بر متر مکعب به دست میه. حال اگر ما گامای این مرطوب از گامای خشک پیدا کنیم، گاما دارای مثل میشه گامای بر یک جمع واتر کانتنت، که اینجا واتر کانتنت تقسیم بر 100 میگیریم، واتر کانتنت چقدر بود به ما داده بود؟ 10.2%. پس میگیم 20.45 تقسیم یک جمع 10.2 بر 100 به خاطر که از فیزیدی خارج بشه 18.56 کیلو نیوتن بر متر مکعب گامای صاحبی پیدا شده، یعنی اینقدر در صاحب خاک کثافت داره. حالا اگر ما که بر اساس اطلاعات لابراتواری که به اینجا به ما داده بیم گراف رسم کنیم، محور عمودی به قسمت درای دنسیتی بگیریم و محور افقی ما رطوبت بگیریم، میتونیم گراف پرکتور رسم کنیم، یعنی محور افقی رطوبت، محور عمودی گاما درای به کلینیتن بر متر مکعب، یعنی گراف رسم میشه. ما حد مکزیمم رو بگیریم، گاما درای مکزیمم لابراتوار میشه که وقتی این محاسبه کنیم 19 کیلو نیوتن هست. پس وقت ما ریلیتیف دنسیتی یا فیسیدی کامپکشن پیدا کنیم، گاما درای فیلد بر گاما درای مکزیمم، گامای فیلد بیشتر پیدا کردیم شد 18.56 کیلوگرم، 18.56 گامای لابراتوار که از پرکتور پیدا شده 19 کیلو نیوتن، 97.7% در سر خاک متراکم شده. این چیز هست که ما از اطلاعات پیدا کردیم که به این قسمت اطلاعات داده شده بود از هم تست صاحبی و هم تست لابراتوری، که پرکتور از تست لابراتوری است و این اطلاعات قبلی هم از تست صاحبی بود. این یک نوع تست هست که برای خود صاحب کار می‌کنه. اگزمپل ششم داریم و چپتر ششم میم به حل سوال چی گفته شده. For a given soil following are the result of compaction test conducted in the laboratory. برای یک نمونه خاک این نتایج کامپکشن لابراتواری هست که کار شده، که مجموع رطوبت خاک داریم و درای دنسیتی. مثل سوال قبلی اطلاعات داره، میتونه از روی از این گراف رسم کنیم، بعدا حد مکسیمم از روی بریم برای پیدا کردن گامادرای مکزیمم لابراتواری پیدا کنیم. After compaction of soil in the field، بعد از متراکم سازی خاک، فشرده سازی خاک در ساحه، sand contest control test were conducted at 5 separate locations. بعد از این در ساحه توسط sand cone 5 موقعیت تست گرفته شده. Following are the result، نتایج از روز از زیل داده شده. موقعیت 1, 2, 3, 4, 5، مویسچر کانتنت یا رطوبت خاک 15.2, 16.4 به ترتیب داده شده. مویست دنسیتی رطوبت مرطوب خاک هم با ما داده شده. The specification required that امی مشخصات پروژه نیاز داره که گامادی
must be at least 0.95 گاما مکسیمم. گاما درای صاحبی حداقل 0.95 گاما درای مکسیمم باشه، یعنی تا 95% هم میتونه قابل قبول باشه. Moisture content یا رطوبت should be within plus minus 2% of water content optimum. گفته شده واتر کانتنت خود از این خاک ها میتونه قابل قبول باشه بین رنج 0 مثبت و منفی مثبت منفی 2 از اپتیمم رطوبت بهینه. وقتی ما بریم گراف رسم کنیم میتونه رطوبت بهینه رو پیدا کنیم، میتونیم که دنسیتی مکسیمم رو پیدا کنیم. Make necessary calculations to see if the control test meet the specification. شما محاسبات نیاز مورد نیاز را انجام بدیم، چک کنیم که همین سند کنتست آیا میتونه مشخصات پروژه تکمیل کنه یا نه، یعنی مشخصات پروژه میتونه برسه یا نه. میریم چک میکنم. اول ما میریم خود برسون ای داریم، اطلاعات داریم، میور افقی میتونیم موچر کانتنت بدیم، میور عمودی میتونیم درای دنسیتی، ولی به خاطر زیرو ایر وید ما اطلاعات لازم داریم که اطلاعات میریم برای زیرو ایر وید. اینجا ما موچر کانتنت داریم، برای زیرو ایر وید میریم پیدا میکنیم. فرض میکنیم که جی اس 2.72 داده شده، از این جدول میریم کار میگیریم، خود گاما مساوی میشه به گامای واتر، خود واتر کانتنت جمع یک بر جی اس. از این فرمول ما استفاده میکنیم، خود چی به ما داده شده، واتر کانتنت 12 14 16 18 در مقابل زیرو ایر وید رفتم پیدا کردیم. بعضی که ما زیرو ایر وید از این معادله پیدا کنیم، ما میتونیم که چون به قسمت ما گراف رسم میکنن، یعنی قسمت گراف داده شده، گراف نظر به چند نقطه که بیشتر به ما داده بود، ما قبلا هم از گراف ها رسم کردیم، این گراف رسم میکنیم و این هم زیرو ایر وید هست که رسم شده. حال ما در گراف که رسم شده حد مکزیمم چقدر هست؟ گامادرای مکزیمم 17.4 کیلونیوتن بر متر مکعب و موشتر کانتنت اپتیمم هست 16.8%. یعنی بی قسمت گامادرای مکزیمم 10.4 کیلونیتر بر متر مکعب، واتر کانتنت اپتیمم 16.8% به ما داده شده، پس بخشم پیدا کردیم. حال می وقتی به ما در سوال گفته شده که رنج 2 منفی و 2 مثبت اپتیمم واتر کانتنت قابل قبول هست، می بینیم ما 2% کمتر در نظر میگیریم. واتر کانتنت چندش؟ 14.8%. 2% بیشتر در نظر بگیریم، واتر کانتنت چند است؟ 18.8%. پس ما میگیم بی قسمت گاما درای چقدر هست؟ گاما درای مکزیمم 17.4%. 95% از این حساب میکنیم. ما وقت 95% 17.4 حساب کنیم، مساوی میشه به 16.54 کیلونیوتن. پس اگر 16.54 نیوتن که 16.8% مثبت منفی 2 14 و 18.8% را ما در گراف محاسبه کنیم، ببینیم یعنی خط کمترین حد گاما درای است که قابل قبوله، که 0.95 گامای مکزیمم است، یعنی 5% تولرنس میتونه به قسمت داشته باشیم و 2% کمتر و 2% بیشتر هم واتر کانتنت نظر به سیفیکشن میتونه قابل قبول باشه. یعنی همین محدوده که ما در این قسمت داریم، یعنی این محدوده که از این گاما درای مکزیمم بیشتر و از این گاما درای مکزیمم کمتر هست، همین محدوده در سپسیفیکشن یا در مشخصاتی که برای پروژه ارائه شده قابل قبوله. پس میبینین که اطلاعاتی که با ما داده شده در این قسمت، اینا رو باید به گاما درای تبدیل کنیم، چون اینجا گامای مرتوب خاک داریم، این هم واتر کانتنت داریم. تمام از اینا رو گاما درای از اینا رو پیدا میکنیم، یعنی در این قسمت از 1 تا 5 واتر کانتنت داریم، روی مرتوب داریم، روی خشک پیدا میکنیم. وقتی خشک پیدا کنیم 17.5 17.35 16.5 16.35 18.41
حالا اگر ما بیایم نقاط که بی به ما داده شده همین نقاط برو گراف رسم کنیم، این برو گراف این نقطه یک به این موقعیت میه، گراف دومی به این قسمت، نقطه دنسیتی دنسیتی سومی به این قسمت، چهارمی به این قسمت و پنجمی به این موقعیت قرار. اگر ما اطلاعات بررسی کنیم، یک و دو میتونه به رنج باشه، یک و دو میتونه به رنج باشه که اگر ما این اطلاعات را بگیم که 17.4% هست، 17.5 و 17.36 هر دو بر رنج 17.4، یعنی کاملا نمیشه تکمیل بشه، مشکل نداره. سومی هم که ما وقت نگاه کنیم 16.51 که اینجا کمترین 16.54 است، تقریبا میشه گفت که این هم بر رنج هست. 4 هم میشه بر رنج باشه تقریبا، یعنی نزدیک باشه به این، برو خط قرار میگیره، کم از خط پایین تر هست، ولی 5 کاملا قابل قبول نیه. یه ببینیم به این نقطه قرار گرفته، موقعیت 5 اصلا قابل قبول نیه چون کاملا از این رنج خارج هست، از این مردوده 18% هم خارج هست که مقدار رطوبتی هم 22% هست، یعنی 20% هست. این 18 قابل قبوله که برو بردر هست، این که رنج واتر کانتینت 20 و 22 این دوتا میتونه که رد باشه، یعنی دوتا نمیتونن که مشخصات از این پروژه تکمیل کنن. پس تست اول و دوم قبول است، سوم رو مرز قرار داره بازم قابل قبوله، چهارم و پنجم قابل قبول نیست، هم از نگاه رطوبت بالاتر است و هم از نگاه دنسیتی به موقعیت بالای قرار داره. در آخر از این فصل ما بحث اسپیشل کامپکشن داریم. اسپیشل کامپکشن تکنیک، تکنیک های خاص متراکم سازی یا فشرده سازی خاک داریم. یکی از این متد ها به نام داینامیک کامپکشن یاد میکنن که این داینامیک کامپکشن ها وزنه های سنگین هست که به شکل دیده میشه، از این وزنه های سنگین از یک ارتفاع بالا برو زمین رها میشه، خاک و خاکای درشتانه باشه یا موقعیت دفن زبالا که به نام لندفیل میگن، اگه ما خواستیم موقعیت دفن زبالا رو متراکم بسازیم از این پاندرا و وزنه ها استفاده میکنیم، به این شکل خاک میتونه متراکم بسازه، فشرده سازی کار کنه. کتله از این که پاندر یا وزنه میتونه بین 5 تا 30 تن برسه، ارتفاعی که از بالا رها میشه بین 10 متر تا به 30 متر میتونه متغیر باشه و این قسم چاله های ایجاد میکنه که اینا از اثر تراکم خاک به وجود آمده. ما اگر خواسته باشیم عمق که متراکم میسازیم پیدا کنیم، یعنی عمق متراکم سازی توسط از این وسیله پیدا کنیم، ما میگیم دی مساوی میشه به 1 بر 2 W ضرب H تحت جسر. H همو ارتفاعی که وزنه رها میشه و W وزنه هست. عمقی که ما به این قسمت متراکم میسازیم خاک یا دپت خاک که متراکم میتونه مؤثریت داشته باشه، میتونه که دی مساوی به 1 بر 2 W ضرب D باشه، یا میتونه شما به اینجا W فرض کنیم یا میتونیم H فرض کنیم، ببینیم که دی چقدر میشه. اگر هر دور به مردوده ثابت بگیریم پس میتونیم دی مستقیم پیدا کنه. طرز تأثیر از اون به این شکل است، مخروطی به طرف پایین تأثیر میکسه، اینه به شکل میتونه در سایه کاملا خاک متراکم بسازه، اینه شکل صاحبی کار کرد از یه هست که میتونه خاک متراکم بسازه، از این شکل پاندرام هست که میتونه متراکم بسازه. نوع بعدی ویبروفلوتیشن هست، یک نوع وسیله هست که به شکل راکت در این قسمت دیده میشه، شکل یک موشک داره که این طوری هست که ما این شکل یک راکت داره و در ابعاد خوب بزرگتر است. این طول از این بین 2 تا 3 متر میرسه، قطر از این بین 30 سان تا 50 سان میرسه، کتله از این 2 تن هست. اول سوار برمه میکنیم، بعضی که مثل چاه ها برمه کردیم، بعد از او پایپ پایین میکنیم به داخل از این، بعض او ویبروفلوتشن داخل از این پایین میکنیم به پایین، به عمق تا 30 متر میتونه پایین بشه. بعضی که به پایین شد داخل از این خاک، بدن ویبراتور داره، ویبره از این روشن میکنیم، میتونم ماسه و خاکای درشتانه رو به راحتی توسط از این نشست بدیم در ساحه و بتونم اثریت
متراکم سازی خوب بالای داشته باش. یعنی بیشکل ویبرو فلتیشن کار میشه، بیشکل داخل خاک اول برمه میکنیم، بعضی که جا به جا شد ویبرو فلتیشن پایان میکنه، ویبرو فلتیشن روشن میکنیم، میتونه که زمین را از عمق 30 متری یک لرزه در زمین ایجاد کنه، بیشتر برای خاک هایی که در ساحه ترانزیت میشه استفاده میشه. یک نوعی دیگه به نام گروتینگ کامپکتینگ یاد میکنن یا کامپکشن گروتینگ هست. گروتینگ مواد هست که ما استفاده میکنیم، مواد سمنتی هست، میکس دیزاین سمنتی داره که برای خاک که ضعیف شده باشه، نشست کرده باشه، ما میتونیم از این استفاده کنیم. بیشتر گروتینگ در ساحاتی که سطح ها زیر سطح ها خواسته باشن از نفوذ آب جلوگیری کنن، میتونن از این روش استفاده کنن. البته این طوری هست که زمین اول توسط برمه میشه، یعنی بیشکل چاهای برمهی وری ایجاد میشه، بعضی که برمه شد داخل از این خاک سمنت با مواد بسیار ریزدانه، ماسه ریزدانه یا مواد ریزدانه که تقریبا بیشتر در خود سلت و اینا داره، مکسیزان از جور میشه، با سمن مخلوط میشه، با پمپ تحت فشار به داخل از این جایی که برمه شده سمن تزریق میشه که روش های تزریقی هم کار یاد میکنن. بعد از اون میتونه خاک استیبیلیتی یا پایداری خور بالا ببره. در بعضی ساختمان ها زیر ساختمان ها جور میشه، در بعضی زمین ها برای نگهداری و پایداری زمین کار میشه، در سطح ها استفاده میشه، در جاهای مختلف میتونه مورد استفاده خود داشته باشه. یک روش دیگه هم بلاستینگ هست ولی در اینجا نیامده، یا انفجارات هست. مثلا جای بسیار خاکای بسیار زیاد در یک موقعیت ریخته شده، ما خواسته باشیم این خاک متراکم بسازیم، میتونیم توسط مواد باروت اینا که در ساحه برمه کنیم، جاهای مختلف به فاصله های مختلف تحت شعای مختلف که باز از نگاه انجینری معدن که چی شکل ما انفجارات بدیم، دینامیت ها جا به جا میشه، بعد از یک نقطه انفجار میده، این انفجار باعث میشه که همین خاک از زمین از عمق بسیار زیاد یک تکان بخوره و این یک نشست خاک ها داشته باشه که رسوبات خور نشست داشته باشه و خاک بتونه یک مقدار نشست کنه که متراکم سازی به این روش کار بشه. اینا چه شکل بیشتر ما در قسمت متراکم سازی خاک چند روش خونده بودیم. یکی از اونا روش تزریق بود. تزریق چه قسم میتونه صورت بگیره؟ ببینید در این شکل یک جایی که ستون یک قسمت کج شده، در این قسمت میان به روش تزریقی قسمت برمه میکنن، بعدا توسط پمپ به این قسمت کانکریت تزریق میکنن که در شکل دیده میشه، که میتونه که اون قسمت هایی که خاک نشست کرده از سر درز ها رسوب که وجود آمده میتونه دوباره ساختمان جا به جا بشه. این شکلی از تزریق خود خاک بود در این قسمت. یک روش دیگه بحث این شکل هست که تزریق صورت میگیره. ببینیم بی قسمت کانکریت نشست کرده، بشکسته، برمه میکنه، برمه که شد بی قسمت پایپ جا به جا میکنه، کانکریت به توسط پمپ تزریق میکنه و قسمتی که خلاب وجود آمده پر میشه. و یا این قسمتی که داخل خاک داخل پلچک هست و می شکل کانکریت تزریق میشه، بعد او خالیگاه خاک پر میشه، پس همو پایداری خاک میتونه که حفظ کنه. متراکم سازی هم بیشتر یک روش داره در این قسمت. ببینیم خاک وقت متراکم میشه شکل ای از مو اسپیشیل تکنیک ها هست. پاوندر یا وزنک استفاده میکنیم. ببینیم این خاک به شکل مخروطی زمین
متراکم میشه و بعد از او با جا خور عوض میکنه، بی موقعیت بی شکل خاک ها متراکم ساخته میشه. یعنی ببینیم این خاک کاملا متراکم ساخته شده.